به کاراباک، زیباترین شهر غرب دریای سیاه خوش آمدید. این شهر با تاریخی 5000 ساله میزبان تمدن‌های متفاوتی مانند هیتیتی‌ها، رومی‌ها، سلجوقی‌ها و عثمانی‌ها بوده است. موزه سافرانبلو که جایگاه میراث تاریخی عثمانی هاست، اولین ایستگاه ما در این سفر است. خانه های سافرانبلو، کاروانسرای جینجی، برج ساعت 200 ساله و کانال‌های آبی اینجکایا در میان طبیعتی باشکوه در انتظار مهمانان هستند. در بازار آهنگران، استادان ماهر در دکان‌های چوبی یک طبقه هنر دست خود را به نمایش می‌گذارند. کمی جلوتر در حیاط مسجد کوپرولو محمد پاشا ساعت آفتابی را ببینید. و در بازار آراستا با نوشیدن قهوه‌ای لذیذ و راحت الحلقوم خستگی را از تنتان در کنید. از تپه خضر که مردم محلی آن را نیایشگاه می دانند، می توانید منظره تمام شهر را تماشا کنید. و در پایین تپه در غار بولاک که چراغانی هم شده است گشتی بزنید. بعد از این گشت و گذار، غذاهای خوشمزه محلی را هم فراموش نکنید. در افلانی سراپا سبز می شوید. روسری های دست باف اینجا شما را به گذشته می برند. راه مالروی بین افلانی و کاروانسرای جینجی از دیرباز مورد استفاده مسافران بوده است. شهرستان اسکیپازار با شهر باستانی هادریاناپولیس، درختزارها، آب گرمها، شکارگاه‌ها و تفرجگاه بلنیایلاسی لذت زندگی را به شما عرضه می کند. جنگل یینجه با درختان یاد بود و دره شکر با جغرافیای باشکوه، هوای تمیز و نهری خروشان شما را فرا می‌خواند. جنگل‌های یینجه در کنار اهمیت تاریخیشان یکی از 9 نقطه گرم دنیا را نیز در خود جای دادند. گشت و گذار در میان درختان این جنگل که چوب لازم برای ساخت عصاهای معروف دورک را تعمیم می کنند، تجربه‌ای بی نظیر است. اوواجیک. در اوواجیک می توانید گوردخمه‌های کاراین و طبیعت خارق‌العاده دریاچه کاراگولو را ببینید یا در منطقه مشخص شده به شکار بپردازید. هنگام وداع با کاراباک متوجه خواهید شد که هنوز چه بسیار مکانهای طبیعی و تاریخی را ندیده و چه بسیار طعمهای لذت بخش را نچشیده اید. پس دوباره منتظر شما خواهیم بود.